به شما همراهان عزیز، درود به شما پیروزمندان این انقلاب 1401، انقلاب زن، زندگی، آزادی، مرد، میهن، آبادی. ما به پیروز نزدیکیم، فقط یک خیابون مونده. همچنان قوی و متحد و سرپا باشین. نمایندگان پارلمان اروپا قطعنامه محکومیت سرکوب اعتراضات در ایران و قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی رو تصویب کردن. از بین 545 تا نماینده شرکت کننده در رای گیری، 313 نفر به این قطعنامه رای مثبت دادن. این پیروزی تو 29 دی ماه ثبت شده. 29 دی ماه 1401، بعد از ماها انقلاب مردمی در ایران، بعد از ماها خون دادن و جون گرفتن از جوونا. بخشی از قطعنامه تصویب شده توسط پارلمان اروپا به تحریم خامنه ای، رئیسی و خانواده اونا اختصاص داره. قطعنامه‌ای که پارلمان اروپا درباره سرکوب اعتراضات و نقض حقوق بشر در ایران تصویب کرده، خواستار تحریم علی خامنه ای و ابراهیم رئیسی و خانواده اونا شده. لازم به ذکره که این قطعنامه سپاه پاسداران رو هم در لیست تروریستی قرار داده. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در سخنانی تهدیدآمیز مدعی شده که اروپا با این اقدام به پای خودش شلیک میکنه. در این مصوبه اعدام معترضان در ایران محکوم شده. بررسی موضوع قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست سازمانهای تروریستی از روز دوشنبه در پارلمان اروپا آغاز شد. روز چهارشنبه هم 598 نماینده به متمم پیشنهادی قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا رأی مثبت دادن و این متمم به گزارش اجرای سیاست خارجی واحد اتحادیه اروپا اضافه شد. طرح اصلی و نهایی هم روز پنجشنبه در پارلمان اروپا به رأی گذاشته شد و تصویب شد. هرچند که پارلمان اروپا به تنهایی قدرت اجرایی نداره و تنها میتونه به کمیسیون اتحادیه اروپا پیشنهاد کنه که سپاه پاسداران رو به عنوان سازمان تروریستی بشناسه، اما تصویب این طرح به معنای افزایش فشارها بر جمهوری اسلامی ایران و تلاش برای ممانعت از سرکوب بیشتر معترضانه. لایحه‌ای که روز پنجشنبه در پارلمان اروپا مطرح و به رأی گذاشته شد چندین موضوع مهم رو شامل میشه که تحریم علی خامنه‌ای، ابراهیم رئیسی، تمام نماینده‌های مجلس و نهادهای وابسته به سپاه پاسداران بخشی از اون هستن. این لایحه علاوه بر پیشنهاد گنجاندن نام سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی، خواستار توقف روابط اقتصادی با تمام نهادها و افرادی که با سپاه در ارتباطن هست. این لایحه خواهان توقف مذاکرات برجام نیست، اما تأکید می‌کنه که سرکوب معترضان و نقض حقوق بشر در ایران می‌تونه در مذاکرات احیای برجام تأثیر منفی بذاره. این پیروزی مبارک همه ی عزیزانی که تو ایران حتی یک قدم کوچیکم بر این انقلاب برداشتن. خون جوونا رو نباید بذاریم پایمال بشه. ما مردم ایران تا آخر وایستادیم. تا خیابون پیروزی فقط یک قدم مونده. بر اساس گزارش‌های فعالان بلوچ و کاربران تو شبکه‌های اجتماعی، روز پنجشنبه 29 دی ماه برابر با 19 ژانویه شهر زاهدان از طرف نیروهای امنیتی به محاصره در اومده. این گزارش‌ها حاکی از اونه که نیروهای امنیتی به ویژه سپاه پاسداران با ایجاد ایست بازرسی در مبادی ورودی و خروجی و برخی از دیگر مناطق این شهر مستقر شدن و به این ترتیب جو امنیتی شدیدی بر این شهر حاکمه. افزون بر این، شهروندان در این ایست بازرسی مجبور به ارائه کارت شناسایی میشن و اونا که فاقد شناسنامه هستن بازداشت میشن. این فضای امنیتی در شرایطی ایجاد شده که زاهدان روز جمعه 30 دی ماه شاهد برپایی نماز جمعه هست و انتظار میره که بعد از اون بار دیگه همچون هفته‌های گذشته تجمع اعتراضی در این شهر برپا بشه. خیلی از کاربرا با توجه به تشدید فضای امنیتی در زاهدان نسبت به تکرار جمعه خونین در این شهر هشدار میدن. اشاره اونا به سرکوب نمازگزاران در روز جمعه 8 مهر ماه در زاهدان هست. طبق برآورد نهادهای حقوق بشری، از زمان اعتراضات سراسری سال 1401 در ایران، بالاترین رقم کشته شده ها در یک روز 8 مهر ماه در زاهدان به ثبت رسیده. و اما خبری فوری برای شما عزیزان داریم. مشتبه خامنه‌ای در حال دیدار با مقامات اصلی نظامه. گزارش‌ها حاکی از پرواز ممتد هلیکوپترها در تهران ظرف 24 ساعت گذشته تا حالا هست. مقامات ارشد رو دارن جابجا میکنن. جمهوری اسلامی در حال کودتای خاموش از پروژه‌های جانشینی و جابجایی مهره‌ها هست. برخی از مهره‌های سوخته هم کم کم مفقود میشن. حواستون به این نظام باشه، در حال جابجایی رهبره.
ویدیویی هم ببینین از مادر کیان پیرفلک که انگشتر خودشو نشون داد و گفته تا زمانی که خون روی این انگشتر پاک نشده همچنان در راه آزادی تلاش میکنیم تا بتونیم انتقام خون کیان رو بگیریم. به نام خدای رنگین کمان، این یه انگشتره، امانه یه انگشتر معمولی، انگشتری من مادر کیان، همون انگشتری که تا ساعت 6:30 روز 25 آبان دستم بود، لحظه ای که اون اتفاق شوم برای خانواده من افتاد. من دستم رو سینه بچم گذاشتم، دستم پر خون شد، پر خون. اون شب این انگشتر رو در بردم. این انگشتر پر از لکه های خون بچمه، همون بچه ای که هزاران آرزو داشت، همون بچه ای که میخواست بره ناسا، میخواست بره دنیا رو از زاویه دیگه ای ببینه. این خون نباید پایمال بشه. این خون بیگناه ترین آدمی هستش که من توی تمام عمرم دیدم، مظلوم ترین و معصوم ترین آدمی که دیدم. هیچ وقت این انگشتر نباید شسته بشه، باید بمونه تا زمانی که نتیجه بگیریم. آزمایشی ما با موفقیت انجام میشه تا زمانی که دلمون آروم بگیره، تا زمانی که دلمون آروم بگیره. این ویدیو رو ببینین، رژیم کمر به نابودی ایران و ایرانیا بسته. شدت آلودگی هوا تو اصفهان در اثر مازوت سوزی اومده اتاق گاز رو انداخته واسه ملت ایران. یعنی دیگه از هر راهی دستش برسه میخواد مردم رو بکشه، جون مردم رو بگیره. بینید مید نیست، این آلودگیه، این اتاق گازیه که آخوندها بر علیه مردم خودشون دارن استفاده میکنن. اثرات مازوت سوزی توی اصفهان. دادگاه سوئد دو ایرانی تبار رو به دلیل جاسوسی برای روسیه به حبس محکوم کرده. بنابر گزارش آسوشیتد پرس، دو برادر ایرانی اصل سوئدی روز پنجشنبه 29 دی ماه به دلیل جاسوسی برای روسیه و سرویس اطلاعات نظامی اون به حبس طولانی محکوم کرد. بر اساس این گزارش پیمان کیا به حبس ابد و برادر کوچکترش پیام کیا به 9 سال و 10 ماه زندان محکوم شدند. اونا در دادگاه منطقه استکهلم با اتهام همکاری مشترک برای انتقال اطلاعات روسیه تا 10 سال محاکمه و به زندان محکوم شدند. دوستان عزیز، سپاس که تا پایان این بخشم با ما همراه بودین. تا درود دیگر، بدرود.